امیر احمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای ایران امریکا، در کتاب جزیره‌های کوچک و سیاست‌های بزرگ می‌گوید: به گواه تاریخ، جزایر خلیج فارس از زمان مادها و ایلامی‌ها طبق اسناد و نقشه‌ها جزئی از سرزمین پارس بوده است. تلاش‌های استعمار انگلیس در منطقه که به دنبال حفظ پایگاهش در خلیج فارس بود، همیشه در این جهت قرار داشت که با اختلاف افکنی و تحریک حکام سرزمین‌های عرب‌نشین منطقه نسبت به حق حاکمیت ایران بر این جزایر فتنه افکنی می کرد. به گزارش از غندی، تاریخ نگار ایرانی در کتاب روابط خارجی ایران، پس از سالها دفاع ایران در برابر عدم واگذاری حق حاکمیتش بر این جزیره، محمد رضا پهلوی در 14 دی ماه 1342 در هند در کنفرانس خبری گفت: چنانچه مردم بحرین علاقمند به کشور من نباشند، ایران ادعای ارضی خود را نسبت به این جزیره پس خواهد گرفت. ایران به اراده و خواست مردم بحرین، در صورتی که مورد شناسایی بین المللی نیز واقع شود، احترام خواهد گذاشت. پرتوی، تاریخ نگار ایرانی، در کتاب بحرین چرا و چگونه از ایران جدا شد می نویسد: پس از این کنفرانس خبری، هیئتی از سازمان ملل به بحرین سفر کرد و با نظرخواهی تنها از 40 خانواده بحرینی که آل خلیفه تعداد زیادی از آنها بودند، در 11 اردیبهشت ماه سال 1349 اعلام کرد که اکثریت مردم بحرین به دنبال استقلال کشورشان هستند. در نهایت، تکه‌ای استراتژیک از خاک ایران به دلیل حماقت و خیانت پهلوی از آن جدا شد. علم در یادداشت‌هایش اشاره می‌کند که یکی از دلایل این واگذاری بهبود روابط با اعراب بود، اما برخلاف تصور شاه، اعراب و در رأس آن صدام بعثی به مخالفت با تصرف جزایر سگانه و واگذاری بحرین نمودند و معتقد بودند شاهی که نمیتواند از جزیره تاریخی بحرین محافظت کند، از پس چند جزیره دیگر هم بر نخواهد آمد. اما چند سال بعد در ایران پس از انقلاب میبینیم که در جریان جنگ تحمیلی که برای مدتی خرمشهر به دست دشمن بعثی میافتد، مردم شهر 33 روز مقاومت میکنند و پس از آن هم طی عملیات‌های گسترده نظامی این شهر دوباره آزاد میشود.